اوکی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که سلامت باشید. بچه های عزیزم در مقطع دهم و یازدهم، انشالله با امید خدا از امروز جلسه اول کلاسمون زبان پایه رو با هم استارت میزنیم با محوریت زبان یازدهم. ولی همونطور که در جلسه صفر هفته گذشته گفتم و خواهشم اینه که اگر اون کلاس رو ندیدید ببینید، البته درسی که دادم دوباره تکرار خواهد شد، ولی خب کلیات کلاس برقراره. چت هم به من بده، ممنون میشم. ما انشالله کار اصلیمون که پایه یازدهمه، ولی قطع به یقین انشالله دهم رو هم کامل درس میدیم و کلن زبان پایه رو با هم هم بحث تستی هم بحث تشریحی میبریم جلو و هر اتفاقی بخواد سالهای آینده بیفته ما زبانمون رو انشالله در کلاس امسالمون تقویت میکنیم و مطالبی رو که باید شما بدونید هم واسه کار مدرسه و نهایی و کنکور و تست و تشریح، هم واسه زبان خودتون تا اونجایی که حالا برسه حتما راجبش صحبت میکنیم. امروز دو سه تا نکته ابتدایی بگم، چون دو تا کار بسیار مهم داریم برم سراغ کلاسمون. چون امروز هم من باید راجع به واژگان و نحوه تستای واژگان و اینکه چجوری لغت بخونیم، چجوری حفظ کنیم، چجوری تکلیف واژگان انجام بدیم صحبت بکنیم، هم میخوام یک بخش از درس یک سال یازدهم رو تدریس بکنم. یعنی ما هم گرامر داریم هم واژگان. فقط دو تا نکته تو شروع کار بگم. جزوه ما که بچه ها کار کلی کلاسمون بر اساس اینه و تدریسمون بر اساس اینه، به هر حال هم نسخه کاملش تو پنل بچه هایی که حالا ثبت نام کردن قرار میگیره، هم امکان سفارش فیزیکیش هست. اگر سفارش فیزیکی رو حالا من تو اینستای خودم که به قول معروف دایرکت توی استوریا میگم، این حالا آدرس اینستای منه، توی کانال تلگرام من هم برید لینک سفارش جزوه هست. لینک سفارش جزوه در این کانال، این رو میتونید جزوه رو سفارش بدید. کاملا بچه ها سفارش جزوه اختیاری ها، چون جزوه بچه هایی که ثبت نام کردن، اگر الان همین الان هم هست تو پنل جلسه دوم ببینید جزوه کلش هست، پس میتونید بردارید. اگر نه میخواید سفارش بدید حالا سیمی شده و با جلد رنگی و تر و تمیز به دستتون برسه، که فکر میکنم بچه ها اگر خودتون بخواید ببرید بیرون پرینت بگیرید، تازه بدون جلد رنگی اینا فکر کنم گرونتر در میاد. حالا باز من در جریان خیلی ریز قیمتا نیستم، خودتون بهتر میدونید. ولی اگر میخواید سفارش بدید، تو هم من تو اینستا استوری میذارم هم در کانال میتونید برید لینکشو پیدا بکنید. پس ما اساس کارمون جزوهمون و کتابای درسی دهم و یازدهمه. راجع به کتاب تست یا همون کتاب کار یکی دو هفته صبر کنیم چاپ جدیدتر کتابهایی که تو بازار بیاد، بر اساس اونا انشالله من حتما یک کتاب بسیار کامل رو به نسبت بقیه معرفی میکنم. حالا ما تو مقطع کنکور که داریم با کتاب 29 خودمون میریم، ولی برای 11 و 10 حتما انشالله تو این کتابایی که هست منتظرم که چاپای جدیدش بیاد، اگه تغییرات خاصی داره اعمال بشه حتما معرفی میکنم. فعلا نیازی به کتاب نداریم تا یکی دو هفته، تا انشالله به موقعش بگم. من تو جلسه اول، یعنی تو جلسه صفر هفته گذشته، یه سری صحبت‌ها رو کردم بچه‌ها. هدف از این کلاس اینه که شاید با این مصوبه جدید یه ذره اصلا دید متفاوت باشه، ولی هدف اینه که زبان پایمون رو تقویت بکنیم به عنوان درسی که حالا میدونیم هم تو کل زندگی به دردمون میخوره، هم خیلی ممکنه باش درگیر باشیم همین امسال و سال بعد. و هدف دوم اینه که با توجه به این اتفاقایی که داره میفته و بلا تکلیفی که تعارف نداریم، یه بلا تکلیفی که حالا یه روز میگن هست، یه روز میگن نیست، یه روز تشریحیه، یه روز تستیه، ما میخوایم به این برسیم. من تو کلاس قبلی به بچهای کنکوری گفتم، گفتم هر اتفاقی میخواد بیفته ما برای هر کدوم پلن داریم. به جزوه اگه نگاه کنید، ما تشریحی خواهیم داشت، تستم خواهیم داشت، بعد در کنارش بچه‌ها با اون کتابی که داریم و تمرینایی که من براتون میارم، هم تشریحیمون رو قوی میکنیم هم تستیمون رو قوی میکنیم. یعنی اصلا نگران این نباشید. اگر به عنوان مثال تو امتحان 11 شما پارت رایتینگ دارید، ما رایتینگ کار میکنیم، لیسنینگ دارید، لیسنینگ کار میکنیم، نمیدونم به قول معروف جای خالی داریم، جای خالی کار میکنیم، پس اصلا نگران اینا نباشید. تدریس ما اینو یک بار دیگه، چون نگرانی تو چت ها زیاد میگید بگم، یک بار دیگه اینو میگم که تدریس ما هم تستیه هم تشریحی، که هر جوری و هر اتفاقی افتاد، نمیدونم
شما هم شاید این تو ذهنتونه که آقا اگه دوم بعد پشیمون شدن، آقا اگه 11 مهم شد، آقا به هر حال، یا بچه‌هایی که الان دهمید، بچه‌ها این 11 سال بعد دیگه میشه تاثیر قطعی واسه شما، یعنی شما باید سال بعد نهایی امتحان بدید 11. و به نظرم خیلی درگیر اینا نکنیم خودمون رو. ما هر آن چیزی که شما نیاز دارید رو به شما خواهیم گفت. راجع به جزوه هم که گفتم، امروز البته به احترام بچه‌هایی که حالا جلسه اولشونه و همینجوری خواستن تو، چون فکر میکنم چیزی که شنیدم کلاس امروز رو میتونن بچه‌ها هر کسی میخواد تو کلاس باشه، ما چند صفحه اول کارمون رو گذاشتیم، ولی گفتم امروز میخوایم کار رو به دو بخش تقسیم بکنیم بچه‌ها. یک بخش رو از درس 1-11 میخوام درس بدم به اسم اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، مبحث جالبی، حالا یه ذره حفظیه ولی دقت کنید. یه بخشم بچه ها میخوایم بریم سراغ تست واژگان، فکر کنم نیم ساعت آخر حداقل، حالا اگه زودترم بریم که چه بهتر، چون یکی از بزرگترین، گفتم، دغدغه بچه های ما اینه که آقا من چجوری تست لغت بزنم، چجوری کلمات رو حفظ کنم، میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. ولی قبلش بچه ها بریم سراغ جزوه‌مون. بچه‌هایی که کل جزوه رو دارن که صفحه اول میشه، بچه‌هایی هم که جزوه این جلسه رو دارن باز همون بعد از جلد، اسامی غیر قابل شمارش. قبل از اینکه ورود بکنم یه توضیح کلی راجع به اسم و اسامی در زبان انگلیسی بهتون بدم. جالبه بچه‌ها اینو بدونید، تمام دست نوشته‌هایی که من می‌نویسم و چیزهایی که در جزوه هم می‌نویسم سیو میشه و تو پنلتون قرار می‌گیره. یعنی اگر یه جایی کندید، عقب افتادید، می‌خواید گوش کنید، نگران نباشید، اینا تو پنلتون هست. میدونید دیگه، آفلاین تمام جلسات هم در پنل شما قرار میگیره. شاید بخوای کلاس امروز رو 100 بار ببینی، شاید یه کاری پیش اومده میخوای نصف کلاس بری، باز آفلاینش هست. اینا دیگه چیزایی که به نظرم هممون باش آشنایید. ببینید بچه ها، ما در زبان انگلیسی، من به قول معروف با توکل به خدا ایشالله کارمون رو شروع میکنیم، در زبان بچه ها، در زبان انگلیسی ما سه نوع اصلی اسم داریم. یک، اسم مفرد قابل شمارش. حواسو به من، اصلا یه اوکی مشتی بدید، راستی یادم رفت بگم، یه اوکی مشتی بدید ببینم چطور اوضاع، ردیفید شروع کنیم، سوالاتو نگه دار جواب میدم. بیا بابا امروز چیزی با هم یاد بگیریم، عشق کنیم. یه اوکی مشتی بدید بچا کارمون رو شروع کنیم. دمتون گرم، دمتون گرم. گفتم من جلسه پیشم گفتم من واقعا کلاس پایه جدا معمولا نداشتم، ولی انقدر بابت این کلاس شور و اشتیاق دارم و این بچه ها انقدر تو دایرکت به من لطف داشتی که واقعا میگم فول انرژی، به امید خدا، به لطف خدا بریم بهترین ها انشالله تو زبانمون اتفاق بیفته. اسامی تو انگلیسی سه گروه هن. یک، اسم، دمتون گرم بچه ها، مفرد قابل شمارش. خب اسامی مفرد قابل شمارش به چه اسمی میگن؟ اسمی که جمع نیست، دقت کنید، جمع نیست ولی میتوان جمع بست. یه ذره به تعریف دقت کن، بالای 90% اسما همینن دیگه، جمع نیست ولی میتونی جمع ببندی. حالا یعنی چی؟ بچه ها به کلمه تیچر دقت کنید، به کلمه student دقت کنید، به کلمه چایلد دقت کنید. اینا هیچ کدوم جمع نیستن ولی میتونی جمع ببندی. teachers, students, children، میبینی؟ به این گروه از اسامی میگن اسم مفرد قابل شمارش. حالا چه ویژگی دارن؟ ویژگیش اینه بچه ها، معمولاً، من معمولاً رو به خاطر گسترده بودن زبان میگم، تنها در جمله نمی آیند، مخصوصا بچه ها وسط جمله. یعنی چی؟ یعنی قبل خود نیاز به حرف تعریف یا به قول معروف یه بحث اشاره و اینا دارن. یعنی چی؟ من نمیگم it is book، میگم it is a book، it is my book، میگم this book is mine. ببین، اسمی که مفرد قابل شمارشه تو دل جمله تن، هیچ وقت تو نمیگه I am student، میگه I am a student. یه ای، یه انی، یه دی، یه چیزی قبلش میاد. حالا راجب فرق ا و د و اینا تو دهم بیشتر با هم صحبت میکن. پس
اسم مفرد قابل شمارش اسمیه، اسمیه که جمع نیست ولی میتونیم جمع ببندیم. بحث اسامی رو تو کتاب دهم هم داریم ما، برای همین این مبحث رو امروز انتخاب کردم، یعنی یک مبحث مشترک دهم و یازدهم با هم بچه این مبحث هست. فعلا فقط دارم معرفی میکنم. خب آقا گروه دوم چیه؟ گروه دوم دو اسم جمع. به چه اسمی میگیم جمع بچه؟ اسم جمع اینه یا نشانه جمع رو داره که هممون میدونیم نشانه جمع منظور همون اس یا ای اس که آخر کلمه میاد، یا ذاتن جمعه. بچه اینو گوش کنید جالبه، این تو هم گفتم مشترک دهم یازدهمه. ذاتن جمع مثل چی؟ مثل پیپل، مثل چیلدرن، مثل بگو پلیس. بچه ها میدونید پلیس اسم جمعه؟ پلیس جمعه، ضمیرش جمعه، فعلش جمعه. پس آقا مفردشی باید جنسیت بهش بدی، مثلا بگی پلیس من، پلیس وومن، تازه اونم جمع بسته میشه پلیس من، پلیس وومن، ولی پلیس اسم جمعه. مثل چی؟ مثل من، مثل ویمن، اینا جمعن ذاتن ها. یه دونه دیگه از سال دهم، مثل مایس. مایس که میدونیم جمعه چیه بچه ها؟ مایس جمعه ماوس، موش. راجب کلمه ماوس چیز جالب بهتون بگم، اگه معنی موش باشه که خب جمعش میشه چی؟ حیوان موش، میشه مایس. اگر ماوس به معنای موس کامپیوتر باشه بچه، اگر ماوس به معنای موس کامپیوتر باشه جمعش میشه ماوس ازا. حالا چی میخوام بگم؟ حواست باشه تو تست گولمون نزنه به جای موش ها بگه ماوسز. ماوسز نمیشه موش ها، موش ها میشه مایس. ولی به هر حال اینا جمعن بچه ها. مثل دمت گرم، کی گفت؟ مرسی آنوشا. مثل فوت میشه فیت، فیت میشه اسم جمع، اینا ذاتن جمع. یا این که نشانه جمع دارن دیگه، همه اون بلدی، مثل students، مثل desks. جمع جمعه بچه. این یه تیکه مهمه، گوش کن، گوش کن، هنوز درس اصلیمو شروع نکردم و دارم یه مقدمه چینی میکنم. ولی جمع جمعه عزیز دل من، از نظر ویژگی students با children هیچ فرقی نمیکنه. درسته ظاهر جمع بودنشون فرق میکنه، ولی هر دو تا جمعن، با فعل جمع میان، نمیدونم ضمیر جمع باید براشون بیاری. حالا آقا این اسمای جمع چه ویژگی دارن؟ تو راجع به مفرد قابل شمارش گفتی، مفرد قابل شمارش تنها نمیاد معمولا، یه ای، یه دی، یه دیسی، یه مایی میخواد. بچه اسم جمع خیلی ویژگیش تابلوه. اسامی جمع یه اصلا خیلی به نظرم ساده است، این او ان نمیگیرم، جمعن دیگه، جمعن. این هم چیزی که باید راجع به اسم جمع بدون. رب نادر عزیزم هنوز جزوه به دستت نرسیده، تو پنل جزوه هست، بردار استفاده کن بعدم به دستت نرسید. خب این دو گروه رو داشته باش، حالا توی دستنویسا هم میمونه، خواستی بعدن برای خودت بنویس. البته یه اشاره‌ای هم تو جزوه بهش کردم ها، نگاه کن، ما اومدیم اسم مفرد قابل شمارش رو گفتیم، گفتیم معمولا حرف تعریف میاد، این توجه همونه بچه ها. اسامی مفرد معمولا بدون نشانه یا حرف تعریف، حرف تعریف منظور همون او ان د که تو دهم میگم، بدون نشانه یا حرف تعریف در جمله نمی آیند. اینو که گفتیم، توضیح دادیم، اسمای جمع هم که براتون گفتم. اما بریم سراغ بحث اصلیمون امروز.
اوکیه بریم. خب بچه ها ردیفی؟ الان بچه ها چت هم دارن دیگه. آره یه لحظه بچه ها قطع شدیم که حالا اوکیم الان ادامه میدیم. گفتم میخوایم بریم سراغ اصل داستانمون، بحث اسامی غیر قابل شمارش. گوش کنید بچه ها، مبحث جالبیه. خیلی هاتون هم ممکنه کلاس زبان رفتید و فلان، ولی من تو مطالب دهم یازدهمی که یه بار دیگه میگم انشالله کامل هر دو تا پایه رو درس میدم تو کلاس امسال، برای من مهم نیست هر چند جلسه که بشه من تا آخرش هستم، سعی میکنم حرفایی بزنم که یا کمتر شنیدید یا نشنیدید یا اصلا با این دید به زبان نگاه نکرد. اصلا یعنی چی؟ به چه اسمی ما در زبان انگلیسی میگیم uncountable یا غیر قابل شمارش؟ خوب گوش کنید بچه. یه تعریفی رو خیلی از بچه از غیر قابل شمارش میگن، حالا از این برابر شنیدن یا فلان، میگن آقا غیر قابل شمارش اسمیه که خب اسمش روشه دیگه، نمیشه شمار. یعنی چی؟ یعنی واحد میخواد. مثلا پول با واحد شمارده میشه. مثلا آب، ما یه آب دو آب اینجوری که نمیگیم، معمولا واحد میگیم، یه لیتر آب، یه لیوان آب، یه دبه آب، مثلا یه واحدی براش میگیم. تعریف خوبیه، ولی تعریف اصلی اصلا این نیست. گوش کن یه چیزی بهت میگم یاد بگیر. اسم غیر قابل شمارش از این به بعد و از این لحظه به گوشت خورد، یه چیز بیشتر یادت نیاد، اسمیه که جمع بسته نمیشه. یعنی نشانه جمع رو نمیتونه بگیره. اگر کسی به من میگه مانی uncountable، اصلا من کاری با معنی فارسی مانی ندارم. میگم آها مانی uncountable، پس مانیز نداریم، پس جمع بسته نمیشه. اسم غیر قابل شمارش یعنی اسمی که جمع بسته نمیشه. یه چیزی بهت بگم، ما وقتی داریم یک زبانی رو یاد میگیریم بچه ها، خیلی ممکن از زبان مادریمون استفاده بکنیم. مثلا داریم انگلیسی یاد میگیریم، بریم از فارسی استفاده کنیم. الان نمیخوام بحث اینو کنم که کار درستیه یا غلطیه و وارد مسائل زبانشناسی و نمیدونم فلان بشم، ولی یه چیزی رو میشه گفت، حداقل چیزی رو از زبان مادریمون بگیریم که در زبان مادریمون وجود داره. دوست عزیز من که بهت میگن مانی غیر قابل شمارش، میگه آها مانی یعنی پول، چرا فارسی معنی کردی؟ به یه چیزی تاله دقت کردید؟ ما در زبان و ادبیات فارسی اصلا چیزی به نام اسم غیر قابل شمارش نداریم. بچه این مقوله که من امروز دارم تو انگلیسی درس میدم اصلا در فارسی وجود نداره. پس چرا تو یک دبیر ادبیات به من نشون بده بگه در این بیت زیر این کلمه خط بکش بنویس غیر قابل شمارش؟ بابا این مقوله تو فارسی وجود نداره، برای چی ترجمه میکنی؟ تو میگی مانی غیر قابل شمارش، بعد یه بچه 3 ساله میاد میگه پس چرا میگیم پول ها؟ چی میمونی دیگه ها؟ تو بگو آقا من با معنی فارسیش کار ندارم. بله من معنیشو بلدم مثلا، ولی از دید من uncountable بودن یعنی اسمی که جمع بسته نمیشه. این یه ویژگی. ویژگی دوم، تا دیدی بهت گفتن یه اسمی غیر قابل شمارشه، بگو خب پس اوان هم نمیگیره، چون اصلا جمع بسته نمیشه که من بخوام اوان بگیرم. یعنی چی؟ اولین حرف و مهمترین حرف از درس امروزم اینه که از این لحظه به بعد اسمی که فهمیدی غیر قابل شمارش، حالا میگم از کجا باید بفهمی. دو تا ویژگی میاد جلو چشت، یک جمع بسته نمیشه، دو اوان نمیگیره. پس اگه مانی uncountable، اگه تی و میت و هومورک و نیوز و اینا حالا که راجبش حرف دارم غیر قابل شمارشن، میگی یعنی اینا جمع بسته نمیشن و اوان نمیگیرن. تا اینجا اوکی؟ هنوز نگفتم از کجا بفهمی یه اسمی قابل شمارش هست یا نیست. عجله نکن، پله پله کار داریم با هم. ولی از این لحظه به بعد قرار ما رو با هم اوکی شدی؟ تا آخر سال، سال بعدی، تا آخر عمرت شما با انگلیسی درگیری دیگه. فرق درس من با درسای دیگه اینه، همیشه باش درگیرید. اسم uncountable در انگلیسی چند تا ویژگی شد؟ یه بار دیگه با هم بگیم بچه ها، یه بار دیگه با هم بگیم، این انرژی ها نیاد پایین. اسم غیر قابل شماره چند ویژگی داره؟ آها مرسی، دوتا. یک جمع بسته نمیشه، دو اوان نمیگیره. این بحث اوله، این بحث اوله. اما بحث دوم، آقا از کجا بفهمم
این همه اسم تو انگلیسیه. من از کجا بفهمم این غیر قابل شمارش هست یا نیست؟ بچه هیچ راهی جز دیکشنری نداره. یعنی چیزی نیستش که تو فکر کنی همه از اول بلدن. باید طرف دیکشنری رو باز کنه، ببینه کنار اون اسم مثلا نوشته uncountable، نوشته countable. یه دقیقه عرفان جان به من دیکشنری لانگمن رو میدی؟ بچه نگاه کنید، میخوام فقط یه چیزی نشون بدم. تو اینترنت برای من دیکشنری لانگمن رو بیار اینجا رو صفحه. آره اصلا بزن لانگ خودش میاد تو گوگل. آره اونجا باز کنیم بزن. بچه نگاه کنید، میخوام یه چیزی بهتون بدم. میخوام بهتون بگم اصلا چیزی نیست که تو فکر کنی الان مثلا با شب بخوابی صبح بیدار شی. اون نمیگیره و به قول معروف چی جمع بسته نمیشه. پس نشانه های جمع هم نمیگیره. مثلا دیز نمیگیره. دیز مثلا دیز نمیگیره ولی مثلا دیس میگیره. خیلی واضح است دیگه. خالی میتونه بیاد، با د میتونه بیاد. ببین گفتم دو ویژگی، اس نگیره و ان نگیره. خب میخوای من بیام؟ بعد اینو درست دارم میرم؟ اینو بزنم کدوم بزنم؟ بیا یه لحظه بچه ها ببخشید، میخوام یه چیزی، حالا ادمینمونم دارم اذیت میکنم، ولی میخوام یه چیزی رو جلسه اول با هم یاد بگیریم. اینا بیا پایینی فکرم برای من آمده گرد بود یاره. حالا همین آیا اکسپت رو بزن. خب آره بیا شو صفحه من بره. مرسی دست در نکن. بچه دقت کنید، این دیکشنری لانگمنه. خب میخوام بهتون بگم که یه اسم غیر قابل شمارش از کجا باید بفهمیم. میخوام راه اصلیشو بگم بعد حالا خودتون دیگه. کیبورد دارم اینجا. اوه چقدر پیچیده شد بابا. میدونستی اقدر پیچیده است نمیگفتم. مرسی. جدی؟ همیشه من تو زندگی همینم. درسته؟ خب نگاه کنید بچه ها، ما سرچ کردیم homework. نگاه کن اینجا رو چی نوشته؟ نوشته اس و uncountable. اس و uncountable. فقط راهش اینه که دیکشنری به ما بگه. حالا مگه من میتونم تک تک اسامی رو هی سرچ کنم هی فلان؟ اولا گفتم 90% اسما مفرد قابل شمارشه. این اسمای غیر قابل شمارش میشه اقلیت. حالا شما به عنوان یک بچه 11 نمام کنکوری یا هر چی، یه تعداد خاصی از اینا رو باید بلد باشی. من این تعداد رو براتون نوشتم بچه تو جزده، حتی مهمتراش هم بولد کردم. ولی بعضی کتاب ها، کتاب های کمک آموزشی که حالا گفتم تا یکی دو هفته بعدم معرفی میکنیم، خودشون جدول درست کردن، خوراکی ها رو جدا کردن، نمام مفاهیم رو جدا کردن، دستشون درد نکنه، خیلی لطف کردن. ولی روال افسیو، یعنی شما اگر یه اسمی رو شک کردی مثل من، حالا اگر اینترنت دسترسی داری سرچ میکنی ببینین کاونتبل نوشه یا آنکاونتبل، اگه نه که میری سراغ چی جزوت و فلان و اینا که ببینی ماجرا چی. پس اینو دقت بکنید، غیر قابل شمارش بودن چیزی نیستش که تو فکر کنی یه فرمول استفاده میکنی رو همه اسما جواب میده. اما بیایم اینجا، اینو فقط گفتم که بازی رو بدونی. اما شما بچه ها تقریبا میتونم بگم با اینا سر و کار دارید، با اینا سر و کار دارید، با این چند سه خطی که من نوشتم. خیلی بیشتر از اینا میتونن باشن و ولی ما با اینا کار داریم. حالا اینا بچه ها اولش خوراکی ها هستن و نمیدونم چیزهایی مثل پول و اینا که تقریبا میدونیم. یه بار با هم بخونیم: شوگر، سالت، سالتنی نمک، bread نان، money پول، water بلدیم، rice برنج بلدیم، milk بلدیم، meat گوشت بلدیم، tea چای بلدیم، fruit میوه بلدیم، coffee هم بلدیم. اینا که خیلی ساده است. اما چیزایی که معمولا تو امتحانا سوال ازش میاد، کلمه homework الان دیدید uncountable، کلمه work که حالا راجبش نکته میگم بهتون، کلمه news بچه ها. اصلا ببین تو فارسی ممکنه بگی خبر، بگی اخبار، اصلا مهم نیست. تو انگلیسی غیر قابل شمارشه. ببین گول اسشو نخور یا ای اس برای خودشه. یه سوال، میدونید نیوز بچه ها از چه کلماتی ساخته شده؟
تاریخچه کلمه نیوز رو بلدید؟ ریشه کلمه نیوز رو بلدید از کجا میاد؟ چهار جهت اصلی جغرافیایی بچه. نورث، ایست، وست و ساوث. آفرین. این میشه نیوز. نگاه کن. پس اسه برای خودشه به معنای خبر. information یعنی اطلاعات. میبینی اصلا کلن در فارسی اسم جمع. این خیلی مهمه بچه، این خیلی سوال داره. در فارسی کلن جمعه ولی تو انگلیسی غیر قابل شمارشه. غیر قابل شمارشه یعنی چی؟ یعنی اس نمیگیره، اوغن هم نمیگیره. ایرو، اکسیژن که معلومه، ودر یعنی آب و هوا. اینا رو معنیاشو میگم با اینکه بلدید بچه. آب و هوا. ادوایس، سوال کنکورم بود، نصیحت. از الان بچه سعی کنید حفظ کنید. ترافیک بلدی، بلاد خون بلدی، دیستراکشن یعنی تخریب. از فعل دیستروی میاد. میوزیک، الکتریسیتی مشخصه، لاک به معنای شانس. حالا اینایی که بچه بولد نکردم در اولویت‌های بعدیتون باشه. فان به معنای تفریح، پروگرس به معنای پیشرفت، پلوشن به معنای آلودگی، اینو تو دوازدهم هم دارید. ایمپلویمنت به معنای اشتغال و کار بچه. هلث سلامتی، نالج بلدیم یعنی دانش. انرژی بلدید، بیهیویر رفتار. کلمه داستان برای خودتون، گرد و خاک. حالا خیلی چیز نیست. پس غیر قابل شمارش بودن حفظیه، باید چک بشه. این سه خط مهماشن، مخصوصا اونایی که بولد شده. تا اینجا اوکیید؟ تا اینجا ردیفید؟ خب حالا خوب به من دقت کن، یه نکته اضافه کنم. این درس بچه ها دو بخش داره، یه بخشش این غیر قابل شمارشان، یه بخششون کلمات قیدهای کمی مثل افیو و فیو و منی و ماچن که خیلی باحالتر و پرسوالترن. اینا رو بگیم به اونا هم برسیم. پس تا اینجا ما اومدیم اینو گفتیم، گفتیم آقا یه اسم مفرد قابل شمارش داریم، اسمی که جمع نیست ولی میتونیم جمع ببندیم، که اکثر اسم ما اینجوری هم، مثل تیچر، مثل ستیودن، مثال زدیم. اسم جمع رو گفتیم، گفتیم آقا یا نشانه جمع داره مثل دسکس، مثل تیچرز، یا ذاتن جمعه، پیپل، پولیس، چیلدرن، نمیدونم من، وی من، مایس، فلان. گروه سوم گفتیم اسمایی هن تحت عنوان غیر قابل شمارش. اولا کلمه آنکاونتبل بچه، کاونت یعنی شمردن، کاونتبل یعنی قابل شمارش، آنکاونتبل هم که مشخصه غیر قابل شمارش. گفتیم دوتا ویژگی داره. ببین دوتا ویژگیشو با من اوکی. یک، اس جمع نمیگیره. دو، ا و ان نمیگیره. بعد اومدیم گفتیم غیر قابل شمارش ها رو باید حفظ کنیم، راه خاصی نداره، حفظیه که حالا ما مهمتراش اینجا نوشتیم، میتونید تو این کتاب کمک درسی ها ببینید، بیشترم بود حفظ کنید برای خودتون. اما بچه یه نکته بگم که البته خوشبختانه دو سه تا از این کلمات بیشتر تو کتاب شما بولد نشده، ولی باید بدون. ماجرا اینجاست، غیر قابل شمارش ها خودشون بچه ها دو گروه میشن. یکی اسمایی که همیشه غیر قابل شمارش ها تو گرامر، مثل ویدر، پس اکثر اینایی که بولدش کردم همینا، کلمه ترافیک، کلمه ادوایس، کلمه ویدر، کلمه اینفورمیشن، همیشه غیر قابل شمارش ها. اما ما یه سری اسم داریم معنیشون که عوض بشه، مخصوصا وقتی کلی گویی بشه یه چیز، جزئی گویی بشه یه چیز دیگه. مثلا با من بیا جلو، میگم خوشبختانه بچه دو سه تاشو بیشتر نباید شما روی زوم کنید. من اول هایلایت کنم که استرست کم بشه، که قرار نیست خیلی اذیتت بکنی. بعد حالا همه رو یه توضیح بهت بدم. گرامر امروز خیلی گرامر حفظیه، برعکس گرامری که تو فرست کلاس گفتم یه مبحث دهم بود که ساختاری بود، این گرامر حفظیه بچه. اولیش که باید بهش دقت کنید کلمه تایمه. زیادم تو این تستا سوال میاد بچه ها. تایم اگر در مفهوم کلی زمان باشه، I don't have time to talk to you. Time flies. Time passes very quickly. آقا زمان پرواز میکنه، زمان خیلی زود میگذره، من وقت ندارم با طرف زنم، من مشکل زمان دارم، من وقت کم میارم. مفهوم کلی باشه غیر قابل شمارش. ولی اگر به یه زمان خاص و یه دوره خاص اشاره کنه، اینجا رو نگاه کن. It was a great holiday. عجب تعطیلاتی بود. We have a good time. چرا a good time؟ چون داره به یه زمان خاص اشاره میکنه. خب آقا این که خیلی سخت میشه. بیا برای تایم یه نکته بهت بگم، عشق کنی.
بنویس نکته اینجا. کارتو راحت کنم. این نکته فقط برای کلمه تایم ها. هرگاه قبل از کلمه تایم صفت آمده باشد. بچه اصلا نمیخواد دیگه اینم یاد بگیری، فقط به این دقت کن. اگه تو سوالی، تو امتحان پایان ترمی، تستی، فلانی، تایمو بد داد قبلش یه صفت داد. مثل چی؟ مثل good time، مثل bad time، مثل long time، مثل interesting time. interesting یعنی چی؟ یعنی جذاب، جالب. بچه اصلا دیگه نمیخواد فکر کنید، چون تایم فقط تایمو دارم میگم و قبلش صفت اومده، حتما قابل شمارش. هرگاه قبل از کلمه تایم صفت آمده باشد قابل شمارش. خب حالا قابل شمارش چه ویژگی داشت؟ تنها در جمله نمیاد. یعنی چی؟ تو نمیتونی بگی good time خالی، یا باید بگی a good time، یا باید بگی good times. تو نمیتونی بگی bad time خالی، یا باید بگی a bad time، یا باید بگی bad times. همین موضوع برای long time. ما long time خالی تو گرامر نداریم، یا a long time یا long times. interesting time یا باید بگی an interesting time، یا باید بگی interesting times. پس اینا رو دونه دونه است بچه ها، دو سه تا هم بیشتر نیست، با هم حفظ میکنیم. کلمه time اگه مفهوم کلی زمان باشه، غیر قابل شمارش، جنبسته نمیشه و فلان، اگه به یه زمان خاص که گفتیم ساده تر، یعنی اگه قبلش صفت بیاد دیگه رو هوا بگو قابل شمارشه. حواست باشه تنها نباید. این یه دونه. قید که با اسم نمیاد بچه ها، قید وظیفش یه چیز دیگه است. جلسه پیش گفتیم، بازم درس میدم برای توصیف فعل، دارم صفت من بچه ها. اینجا ببینید 7-8 مورد رو براتون نوشتم، ولی دو سه تا مهمتراشو میگم که اولویت با ایناست. کلمه فود، ایشالا میرید 12 تو کتاب 12 میبینید، این تایم اگه تو غذای، مفهوم غذای کلی باشه. آقا محل غذا نیستم، غذا برای رشد بدن ضروریه، غذا من فلانه، غیر قابل شمارش. اگه به یه غذای خاص اشاره کنه، مثلا بگه چی، یک مثالی کتاب 12 داره، میگه avoid foods that contain a lot of fat، غذایی که حاوی چربیه، غذاهای چرب، غذاهای شیرین، غذاهای شور. اگه به غذای خاص اشاره کنه، ببینید چیز عجیبی نیست، عین تایم. یا مثلا اینا رو فقط با هم ببینیم، کلمه سر و صدا همینه، به سر و صدای کلی باشه یا سر و صدای خاص باشه، خیلی درگیرش نشید بچه. حالا تو تستا و تمرین ها بیشتر میبینید. کلمه اکسپیرینس اگر یه مفهوم تجربه باشه یا مفهوم یه اتفاق باشه، این دوتا هم بد نیست. کلمه لایت اگر نور و روشنایی باشه، there isn't enough light here، چقدر اینجا تاریکه، چقدر اینجا نور فلانه، اینجا غیر قابل شمارش. ولی اگه به معنی چراغ باشه، دیدی جمله معروف turn off the lights، لامپا رو خاموش کن، یعنی اگه لایت توی تستی بیاد، که البته بعیده گفتم اگه بیاد، از همون دو سه تا هایلایتی ها میاد، شما باید بخونی ببینی کدوم معنی لایته. یه چیزی جالب راجع به گلاس بهتون بگم، اگه بچا شیشه منظورش باشه جمع بسته نمیشه، ولی اگه لیوان منظورش باشه جمع بسته میشه. ببین شیشه غیر قابل شمارش، لیوان قابل شمارش. یعنی اینا رو اگه بخواید برید تو دلش، یا یه سری کتاب تستا از تک تک اینا تست دادن، باید برید بخونید. ولی معمولا بچه ها اونایی که تو کتابه ازش سوال میاد، که یکی تایمه یکی فوده، این بچه ها، این شماره 8 توی کتاب 11 خیلی روش مانور داده عزیز دل من. کلمه ورک، ببین ورک اون بالا هم گفتم، اگر معنی کار باشه جمع بسته نمیشه. اصلا فرق ورک با جاب همینه بچه. کلمه ورک در معنای شغل دارم میگم، در معنای کار دارم میگم، جمع بسته نمیشه، ولی جاب جمع بسته میشه. حالا اینجا مهمه، حتما بچه اگه جزوه رو پرینت دارید هایلایت کنید. اگر ورک اثر هنری باشه، چه ترکیبی در کتاب 11، حالا میرسیم بهش تو کتاب، گفتیم خط به خط کتابو میخونیم. کلمه آرت ورکس، آرت ورکس یعنی چی؟ یعنی اثر هنری. ببین ورک جمع بسته شد. اگه تو سوالی صحبت شکسپیر کرد، صحبت کمال الملک کرد، صحبت فلان کرد، صحبت فلان نقاش کرد،
صحبت نمیدونم فرض کن فلان موزیسین کرد، ورکی که اونجا میاره بس اثر هنریه، اثر هنری جمع بسته میشه. اوکیید بچه ها تا اینجا؟ گرامر حفظی ها، ولی تا اینجا با من اوکی؟ ردیفی؟ فقط هنری. آره آخه ورک خود چه اثر دیگه غیر از اون کار دیگه؟ اینا رو درس میدم، اینترستینگ و اینترستد رو میرسیم بهش. یه جنبندی از صفحه اول بکنم چون خیلی حفظیه. یه جنبندی بکنم. گفتیم اسامی مفرد و گفتیم جمع و گفتیم، اومدیم غیر قابل شمارش. غیر قابل شمارش اس جمع نمیگیره، بگو، و اون نمیگیره. لیستشو قرار شد حفظ کنیم، کم کم یاد بگیریم، چند تا مهماشو هایلایت کردیم و فلان. بعد گفتیم حالا یه چند تا اسمم داریم معنیاش عوض بشه، قابل شمارش بودن یا نبودنش عوض میشه. یکی تایم بود که اگر به مفهوم کلی زمان اشاره میکرد غیر قابل شمارش بود، ولی گفتیم اگه صفت قبلش باشه قابل شمارشه. اینم راجع به تایم بهتون بگم، خیلی هم تابلوه بچه. تایم به معنی دفعه و مرتبه هم میده دیگه، مثل one time که میشه once، بعد میگیم two times، three times، four times. اون اگه دفعه و مرتبه باشه که خیلی واضح است، حالا تو تستا میبین. یکی مهمتراش کلمه food بود، یکی هم کلمه work. حالا اینا هم اگر تو سوال اومد یا کتاب تستا کتاب کارا بیشتر نوشته بود دیگه بخونید، ولی مهماش بچه ها این دو ستایی بودن که گفتیم. این پارت اول. حالا یه ذره گرامر حفظی ها، مخصوصا بچه که جلسه پیش بودن، اصلا توقع جلسه پیش رو نشه باشید، جنس گرامر رو با هم فرم کنید. این حفظیه، باید بشینید حفظ کنید. خیلی درس به قول معروف فهمیدنی نیست، حداقل تا اینجا. حالا یه ذره جلوتر بریم روان‌تر میشه. اما من که داشتم درس میدادم هی تو چت بچه ها میگفتن خب آقا حالا اگه مثلا من بخوام نصیحت رو جمع ببندم چی؟ اسم غیر قابل شمارش رو بخوام جمع ببندم چی؟ نگاه کنید اینجا رو بچه ها. یه جدولی داریم که یه سری واحدها رو برای غیر قابل شمارش ها میاره. منهای این که باید این واحدها رو بلد باشیم، تو کتاب 11 هم هست، حالا تو کتاب درسی هم میگم، ولی اولین چیزی که میخوام راجع به اینا بدونید اینه که بچه ها اسم غیر قابل شمارش خودش جمع بسته نمیشه، باید واحد بیاری که بتونی جمع ببندی. مثلا نان، میخوام بگم یه قرص نان، میگم a loaf of. بچه با من حفظ کنید لطفا، a loaf of bread یا a slice of bread، یه تیکه نون. حالا میخوام جمع ببندم، میگم چی؟ میگم two. اینجا رو نیا کن، loaves of bread. کلمه loaf بچه جمع بسته میشه، اینجوری نوشته میشه loaves of bread. پس ببین چی شد. اگر بخواهیم غیر قابل شمارشی را جمع ببندیم، چون خودشو که نمیتونیم جمع ببندیم، باید واحد بیاریم. پس اگر من میخوام بگم یه فنجون چایی، میگم a cup of tea. حالا کل چت به من بگه دو فنجون چایی به انگلیسی چی میشه؟ دو فنجون چایی به انگلیسی چی میشه؟ چشم، راجع به اکسپریانس هم توضیح میدم. دو فنجون چایی رو به من بگو چی میشه؟ میشه؟ two cups of. ببینی مهمه، cups of tea. two cups of tea. پس اسمی که غیر قابل شمارشه واحدش جمع بسته میشه ولی خودش نه. حالا این واحدها رو باید با هم یاد بگیریم. مثلا میگم a loaf of bread, a bottle of milk, a glass of water, a bowl of soup. آقا بول یعنی چی؟ بول یعنی کاسه بچه، بول یعنی کاسه، سوپ هم که همون سوپ. a bar of soap. آقا فرق این دوتا با هم چیه بچه؟ این که همون سوپ خوراکیه، این میشه صابون. واحدشو ببین، a bar of یعنی یه قالب، یک قالب صابون. a bottle of water, cup of tea, bar of chocolate. bar میشه قالب دیگه، گفتم. bag of rice, piece of cake, slice of pizza or banana, a kilo of cheese, a kilo of cheese, a loaf of bread. هم که دوباره تکرارش. پس این جدول رو هم حفظ کنیم، هم یادمون باشه اینا میان که غیر قابل شمارش جمع بسته بشه.
خب حالا این تا اینجا، تا اینجا گرامره خیلی جذاب نبود. افسی بوده با دفس کنم، با تست ببینم، تمرین کنم، یه ذره دستم را بیفته. اما بچه جدول داریم. چه جدولی؟ یه سری قیدهایی مثل قیدهای کمی مثل افیو، الیدو، فیو، لیدو، منی، ماچ زیاد شنیدیم. چه دهم باشیم چه یازدهم، اینا کی به کار میرن؟ خوب گوش کنید بچه، تو همه آزمونا سوال داره، تو همه آزمونا. حواسو به من. من توضیحات جدولم کامله، ولی همیشه عادت دارم حرفو خودم پایین براتون بنویسم که دست نوشته منو داشته باشید. با من بیاید جلو بچه. اول یه اوکی مشتی بده ببینم هستی؟ یه اوکی بده ببینم چطوری؟ دمتون گرم. خب بچه خیلی این یه تیکه مهمه، لطفا دقت کنید. بذار از ساده تر شروع کنم. میخواییم با منی و ماچ شروع کنیم. اولا معنی منی و ماچ چیه؟ بچه هر دوتا معنی زیاد دارن. خب حالا فرق منی با ماچ چیه؟ ببین دارم جدول بالا رو برات اینجا توضیح میدم. فرق منی با ماچ، بچه ها ماچ با اسم غیر قابل شمارش میاد. مثلا میخوام بگم پول زیاد، میگم ماچ مانی. اطلاعات زیاد، ماچ انفورمیشن یا الاد آف انفورمیشن، حالا جبه الاد آف میگم. پس ماچ با غیر قابل شمارش میاد. منی با چی بچه ها؟ کتابا و اکثر همکارا میگن منی با قابل شمارش. من اینجوری هیچ وقت نمیگم. من میگم آقا بگی منی با جمع میاد. اینو دقت کنید بچه، منی با اسم جمع میاد. یعنی چی؟ مثلا من میگم many students، many teacher، many teachers، many parents، many children. منی با اسم جمع میاد. اینو یادت باشه. یعنی اگر اسم بعد جای خالی من جمع باشد و معنی زیاد باشه، جواب میشه منی. اگر اسم بعد جای خالی من غیر قابل شمارش باشد، جواب من میشه ماچ. خب این از این دوتا که فکر میکنم منی و ماچو خیلی آمونم بلد بودیم. پس یه بارم با هم تکرار کنیم. منی با غیر قابل شمارش میاد، ماچ ببخشید منی با جمع میاد، ماچ با غیر قابل شمارش. بریم اینجا بچه ها، اصل بازی این چهارتاست. مهمترین تیکه تدریس امروز من این چهارتاست. FU FU LIDO و LITO که خیلی هم باید از اینا تمرین حل کنیم. بریم بچه، بریم ببینیم این چهارتا با هم چه فرقی دارن. اولا هر چهارتاشون معنی کمن. ببین پس اینجا معنی زیاده، اینجا معنی کمه. حالا اگر تو سوال اینا بیاد در جا میتونی 50-50 کنی. چرا؟ دوتای پایین بچه با اسم غیر قابل شمارش میان. دوتای بالا چی؟ مثل منی با اسم جمع میان. پس اگر یکی بعد جای خالی نوشته بود مردم و میخواد بگی مردم کمتر، مردم کمالا، یا باید FU بیاری یا FU. فعلا فرق این دوتا رو نگفتم با هم چیا میگم، فعلا داریم کل گروه رو میبینیم. ولی اگر اینجا میخواد بگه نصیحت کم، چون نصیحت غیر قابل شمارش بود دیگه، جواب یا الیدل یا لیتل. اینو یادت باشه. پس فرق هر کدوم با هم تو دسته بالا و دسته پایین با اسم بعدش قابل تشخیصه. حالا نکته بسیار مهم کلاس امروز اینجاست که فرق هر کدوم از اینایی که ادارن با اونی که نداره چیه. گوش کنید خیلی باحاله.
اینایی که ا دارن بچه‌ها کمن ولی کافین، یعنی بار مثبت داره جملت، کمه ولی کافیه. بذار مثال بزنم یعنی چی. مثلا بچه‌ها من 6 تا مهمون دارم، 6 تا هم صندلی تو خونه. ببین صندلیام زیاد نیست، کم هست، ولی آبرومو نمیبره. به مهمون نباید بگم بیا رو زمین بشین، همه کار را اندازه. اینجا بعد از FU استفاده کنم. ولی اگه من 6 تا مهمون داشتم 4 تا صندلی چی؟ هم کمه هم ناکافیه. حواسا به من، اگر جملتون، اگر مفهومتون میخواد کم بودن رو نشون بده، باید از اینا استفاده کن. حالا اگر بار جمله حالت اینه که آقا درسته کمه ولی اوکی هم، نمیدونم مشکلی نیست، تصمیممو گرفتم، من آبروم نرفت، don't worry فلان، میریم از اونایی که مثبتن استفاده میکنیم، یعنی اینایی که ا دارن. ولی اگه بار جمله این بود وای نمیشه، نمیتونم، له شدم، آبروم رفت، کمت، نمیتونم تصمیم بگیرم، من نگرانم، من استرس دارم، میرم از اونایی استفاده میکنم که ا ندارن. پس یادت باشه فرق اونی که ا داره با اونی که ا نداره تو مفهومه، تو بار جمله است. حالا برای اینکه این خوب برات جا بیفته بخوام یه مثال بنویسم، شما جواب من بگید. بچه نگاه کنی، میگه I have blank space information but I، حالا have نوشتم اینجا رو can بنویسیم دیگه، but I can make my decision. decision یعنی تصمیم. بچه این یه جمله، یه جمله دیگه، I have blank space information and I can't make my decision. این دوتا رو جواب بدیم بچه. به بالایی نگاه کنیم، کل چت حاضری؟ میگه I have blank space information. میخوایم بگیم ما اطلاعات کم داریم. اولا information چه اسمی بود؟ غیره. بچه ها غیر قابل شمارش رو با براکت UC معمولا نشون میدن. براکت میذارن، UC میذارن. حالا آن کم تو. خب کمی که برای غیر قابل شمارش بود، پس اینجا جواب یا a little خواهد بود. حواسا به من، یا little خواهد بود. فرق حالا این دوتا با هم چیه؟ اینی که ا داره بار مثبت داره، این بارش منفی. بچه جمله رو بخونیم، میگه اطلاعاتم کمه اما میتونم تصمیم بگیرم. بار مثبته یا منفیه؟ بگو بارش جمله مثبته یا منفیه، کافیه یا ناکافیه، کارش را افتاده یا نیفتاده. را افتاده. پس اینجا جواب چی میشه؟ میشه a little information. اما پایینی چی؟ I have blank space information and I can't، و نمیتونم، نمیشه، آبروم رفت، نگرانم، فلان شد، بار منفیه. پس جواب میشه little. اوکی؟ ردیفی؟ الان یه مثال دیگه، ته این بطری آبه، خب زیادم نیست، نمیم دیده میشه یا نه، میگم که بادایم اوکی ردیفه، آقا من میخوام آب بنوشم، اینم یه ذره آب توشه. پس کارمو داره را میندازه، میشه چی؟ میشه a little water. حالا اگه همین آبم نباشه، بیا اصلا نگاه کن، شد در حد بچه ها دو قطره، نه آب هست توش، نمیتونم میگم هیچی، ولی کمیه که دیگه به درد من نمیخوره. اونجا چی میشه؟ اونجا میشه little water. ردیفی؟ پس اونی که ا داره موقعی میاد که بار جمله با اینکه کمه ولی کار راه اندازه، ولی مثبته. ولی اونی که
ا نداره یعنی بار جملت منفیه و کارت را نمیافته. میگه چرا فیو نذاشتی؟ چون این غیر قابل شمارشه. دکتر فیو با فلان میاد. یه سوال میخوام یه ذره زبان فارسی رو با انگلیسی تو جمله هاش اینجا مقایسه کنم. ما ایرانی ها دیدید بچه ها خیلی موقع با تعارف با هم حرف میزنیم، مثلا تشنمونا، ولی نمیگیم ما مثلا یه عالم آب بده. میگم میشه یه چیک آب بدی من بخورم؟ بچه ها فکر کنید، فکر کنید بعد یه چیک آب منظورمون الیتل واتر یا لیتل واتر؟ این مهمه ها، میخوام درک کنی. من میرم به یارو میگم یه چیک آب بده من بخورم، a little water منظورمه یا little water؟ آفرین، a little. ببین به هر حال من میخوام آب بخورم، تشنگیم رفع بشه، یعنی آبی که کارم را بندازه. ببینی؟ پس معنیه مهم نیست، مفهوم حرف تو مهمه. برگردم به درسم. پس گروه بالا با جمع می اومد، گروه پایین با غیر قابل شمارش. بعد مفهومو می دیدیم، اگه مثبت بود اینایی که ا دارن، منفی بود ا ندارن. یه را در رو هم یادت بدم اش کنی. فقط بچه اگر احیاناً اونلی یا وری قبلشون داد، ببین خیلی با این دوتا عشق میکنید، خیلی سوال ها اینجوری هست. قبل از اینا اونلی یا وری اومد دیگه معنی نکن. چرا؟ چون only فقط با اونایی میاد که ا دارن. only a few، only a little. very چطور؟ very با اونایی میاد که ا ندارن. very few، very little. پس اگر only بیاد فقط اونایی که ا دارن، اگر very بیاد اونایی که ا ندارن. اینم را در روشه. ببین اینا باشه با این میتونی بزنی، ولی نباشه باید معنی کنی. یه سوال کنکور بهت بگم، سال تجربی، گروه تجربی سال 91 بچه‌ها اگه اشتباه نکنم، یا 91 92، توی کلوزس کلوز یه متنیه که توش جای خالی داره. جمله آخر کلوز نوشته بود blank space simple. بچه ها میخوام اینو شما جواب بدید. simple rules، simple یعنی ساده، که خب صفت rules هم یعنی قوانین. خب گوش کنید، جالبه. چهار تا گزینش هم این بود: a few، few، a little و little. خب اولا به من بگو ببینم، بیا اینجا به من بگو ببینم، simple rules، اون که صفت اسم من این میشه، این چه اسمیه بچه؟ rules جمع یا غیر قابل شمارشه؟ بگو سریع، خیلی مسخره سوالم. قطعا rules اسم جمعه. دو تا گزینه میرن کنار، این و این میره کنار، چون این دوتا با غیر قابل شمارش میان، این دوتا با جمع میان. خب حالا در حالت عادی من باید الان برم کل متن رو یه بار دیگه ببینم این قوانینی که داره میگه قوانین کار را انداز و به درد بخوریه یا نه، به درد نخور و منفی و فلانه. باید دارم این کار رو کنم دیگه. تر رو نگاه کن، یه اونلی اینجا گذاشته بود. حالا بگی جواب بچه، وقتی only اینجا گذاشته دیگه بین a few و few جواب چی میشه؟ تموم شد، برو برای دوستات تعریف کن. میشه only a few simple rules، پس جواب میشه گزینه یک. ولی اگر این only اینجا نباشد، باید بری جمله ها رو بخونی بفهمی بار جمله چی. این مهمترین درس امروزم بود، بقیهش حفظیه، خودت هم بخونی را میفتی، ولی اینو باید بفهمی. کلی هم تمرین راجبش داریم ما. تا اینجا ردیفی؟ تا اینجا اوکی؟ خب دیگه تو این جدوله چی داریم؟ ببین a few، a little، a few، little، many، much. بچه این چهارتایی هم که اینجا براتون نوشتم مشترکن، یعنی هم میتونن با جمع بیان یا با غیر قابل شمارش بیان، با هر دوتا میان. برای همینه مثلا شما میگید a lot of people یا میگی a lot of information. بچه به املاش دقت کنی، a lot of، lots of. اونی که ا نداره باید اس داشته باشه، ما lot of خالی نداریم. a lot of یا lots of، با هر دوتا میان. some و any هم همین،
Some people, some information. فقط some معنی مقداری میده، معمولا تو جمله های مثبت. Any معنی هیچی میده، معنی هیچی میده. اینم از این. خب تا اینجا ردیف. حالا حرف دارم، مثلا فرق الاتاف با خود الات چیه که حالا تو تمرین ها میبین. بیا اینجا یه چند تا سمپل ها، بقیهش رو همه رو با هم جلسه بعدی کامل میکنیم. ببین تا تستای 401 هم هست، یه چند تا تست با هم از حرفایی که زدیم بزنیم، چون این مپس بچه هم جای خالی رو بنویسید داره هم تست. با من بیا جلو ببینم تست یک رو میتونی بزنی، میتونی ریز یه تقلبایی هم بکنی ها، ولی از جزوه هم ببینی. ولی تست یک رو بخونید بچه ها، ببینید تست یک رو میتونید بزنید. من میخونم شما جواب بفرستید. Be careful. There is blank space on the floor. Someone has broken the window. بچه ها یه سوال. وقتی صحبت از ویندو کرده، گلاسی که اینجا آورده به چه معناست؟ لیوانه یا پنجره است؟ دقت کن، میخوام بهت بگم اون حفظیه رو چجوری باید دست بزنی. داره راجع به پنجره حرف میزنه. این گلاسه لیوانه یا شیشه است؟ قطعا شیشه است. دیگه شکی که توش نیست. شیشه چه اسمی بود؟ غیر قابل شمارش. غیر قابل شمارش چه ویژگی داشت؟ جمع نمیشد، اوان هم نمیگرفت. برو تستو بزن اش کن. پس سه غلط، دو هم غلط. حالا any glass یعنی هیچی شیشه، some glass یعنی مقداری شیشه. میگه مراقب باش جای خالی روی زمین شیشه شکسته. خب چی میخواد بگه؟ مقدار شیشه رو زمینه دیگه. چه گزینه چه گرفتی از اون اسما چجوری سوال میاد؟ من از این ویندو فهمیدم معنی گلاس چیه، تستو زد. میگم گرامرش حفظیه، باید بلد باشی کدوم معنیشه و چجوری به کار میره. یه دونه دیگه، دو. تست دو رو بزنید بچه. به دو جور هم میشه تست دو رو حل کرد. آفره. میگه can you come back later؟ میشه دیرتر بیای. I need blank space more time to finish this letter. میشه دیرتر بیای، من وقت میخوام. من دو جور میتونم این تستو برات حل کنم. یک، وقت و زمان بیشتر. مفهوم کلی زمانه. نگفته وقت تعطیلات، وقت امتحانات، وقت فلان. پس این مفهوم کلی زمانه و غیر قابل شمارشه. تنها گزینه‌ای که با غیر قابل شمارش میاد دوه. یه را دیگه هم میشه این تستو حل کرد که بری اش کنی. گفتیم فیو با اسم جمع میاد. فیو هم با جمع میاد. منی هم با جمع میاد. بچه ها اصلا ما ترجمه‌مون خوب نیست. این تایمه یا تایمزه؟ میگم آقا این تایمه، این که جمع بسته نشده. پس جواب میشه گزینه تو. میتونستی اینجوری هم تستو بزنی، چون من نیومدم به تو بگم اینا با قابل شمارش میان. گفتم با جمع. فیو باید بعدش جمع باشه، فیو باید بعدش جمع باشه، منی هم باید بعدش جمع باشه، ولی اینجا اصلا اسم جمع نیست، پس نمیتونه باشه. هرچی بمونه تکلیف جلسه بعده و با هم بررسی میکنیم. بیایید بچه ها تست ده رو بزنید. خیلی راحته. اصلا یه تست آوردم بزنی اش کنی، بزن لهش کنا. چی آخ؟ اصلا شوخی داره میکنه با ما. عینک آن قشنگ بود سوالت محمد امین، الان میگم. They can give you blank space information. Information چه اسمیه؟ غیر قابل شمارش. بیا اینجا. Few جمع. Few جمع. Many جمع. جواب دو. ترجمه نمیخواد.
They can give. چون فقط سامه که مشترک بود میتونه با هر دو تا بیه. They can give you some information about accommodation at tourist accommodation. همون مثل اقامت و فلان و این. About accommodation at tourist office. خب. یه نکته. دوستتون پرسید آقا کلمه عینک به انگلیسی جمع یا فلان. عینک میشه glasses بچه. این که اصلا معلومه جمعه. اگر ما راجع به گلاس صحبت کردیم خود گلاس رو گفتیم که ببینیم شیشه است یا لیوانه. این که اصلا معلومه جمعه. کلماتی مثل پنس، مثل ساکس به معنای جوراب، مثل گلاسز، اینا معلومه جمعه. خب این دوتا بمونه. یه نکته ناز میخوام راجع بهشون بگم. من فقط حواسم باشه تست لغتم یه اشاره میخوام بکنم. بریم بچه ها سوال کنکور 1400 رو با هم بزنیم. سوال کنکور 1400 تست 13 رو با هم بزنیم. برو ببینم چیکار میکنی. آره نشانه های اس دقیقا قبل خودش میاد. دقیقا بچه 13 رو ببینید، خوبم ببینید، دقت کنید بهش. خیلی هم امروز تأکید کردم رو کلمش. He was very helpful and gave me blank space useful advice. تحت هر شرایطی گفتیم advice چه اسمیه؟ ولش کن فارسی رو، یه نصیحت دو نصیحت. Advice غیر قابل شمارشه. بچه غیر قابل شمارش چند تا ویژگی داشت؟ اسمی که غیر قابل شمارشه چند تا ویژگی داره؟ ماشاءالله دو تا. چی و چی بود؟ یک، جمع بسته نمیشه. دو، ا و ان نمیگیره. نگاه کن کنکور چجوری سوال داده. ا و ان نمیگیره، جمع هم بسته نمیشه، منی فقط با جمع میاد، پس اینم میره کنار، جواب میشه. ردیفی؟ اوکی تا اینجا؟ میخوای تست 1400 هم یکی با هم بزنیم؟ 1401 ها سوال کنکور همین امسال. ببین چهار تا سوالم میشه به این مپس ربط داد. من یکیشو میخوام امروز بزنم. سوال 14. I can't give up sugar. میگه ببین داداش من تو نمیتونم شیرینیجات و نمیتونم شکر و اینا رو بذارم کنار. It's one of بچه کلمه pleasure تو دیکشنری از همون دسته کلماتیه که حالا میتونه یه معنیش قابل شمارش باشه، میتونه نباشه. گفتیم همرم نمیخواد بدونید، ولی نکته اینجاست. اگه یه ذره زرنگ بودید بچه ها، وقتی میگه one of، اینو شما به من بگید، وقتی میگم یکی از، اون ازی که میخوام بگم جمع یا مفرده؟ اینو به من بگو تموم سوال. وقتی من به تو میگم یکی از، پس اونی که میخوام راجبش صحبت کنم چیه؟ جمعه. اصلا تو چی کار داری این کلمه جمع بسته میشه یا نمیشه؟ سوال داره به تو میگه one of. این فکر کرده ما اینجا گول میخوریم. من دارم میگم یکی از بچه ها، یکی از مدارس، یکی از معلم ها. پس وقتی وان آف میاریم حتما باید بعدش یه گروه باشه که من وان آف آوردم. اینو قبول داری؟ خدا وکیلی با مثبت و منفی به هم گو. این یه تیکه حرفمو فهمیدی؟ چون میدونی چرا؟ پلیجر میده، تو میترسی. آقا پلیجر یعنی چی؟ من اصلا پلیجر رو نمیدونم. آقا این تو کتاب نبود. خب این میخواد تو رو بترسونه. ولی تو اگه اهل دل باشی این داره میگه one of، یکی از، پس اون گروه حتما جمعه. پس وقتی این گروه جمعه تو نمیتونی پلیجر خالی بیاری. حالا بین یک و چهار تستو بزن. بین یک و چهار تستو بزنید. It is one of. اصلا بخونی معلومه. One of the few یا one of only some. کدوم؟ آفرین. It's one of only some pleasures. اصلا یعنی چی؟
It's one of the few pleasures I have left in life. یکی از اون عادتایی که دارم. It's one of the few pleasures. یکی از اون عادتهای کمی. گزینه چهار ساختارش بود. It's one of only some pleasures I have left in life. میگه این یکی از اون عادتهایی که من تو زندگی دارم و فلان. قطعاً سطحش از کتاب 11 بالاتره، ولی فقط میخواستم بگم چجوری با همین مباحثی که ما داریم میتونه سوال بده. اینو تا اینجا داشته باشید، بقیه تستا رو سعی کنید برای جلسه بعد بزنید. یه نکته دیگه هم بگم بعد برم سراغ تست لغت. حالا در حد دو تا سه تا تستم بزنیم، باز خیلی حرف داریم. من میخواستم امروز هم گرامر رو بگم هم واژگانو، ولی گرامر طولانی بود. بچه یه یادگاری دیگه هم از من داشته باشید، چون ممکنه بعضی از بچه‌ها تو کلاس امروز باشن و به هر دلیلی نخوان کلاس بعدی رو بیان. این یادگاری از من داشته باشید، خیلی مهمه، بسیار مهم. کلماتی مثل میلیون، مثل هندرد، حالا دیگه میلیون، صد، تاوزند، هزار، مثل بیلیون، میلیارد. بچه اگه بچسبن به اسم بعد خودشون، اولا اسمی که همیشه با اینا میاد اسم جمعه، چون اینا یه دونه که نیستن، یا صدن یا میلیونن یا میلیاردن، پس همیشه با جمع میاد. حالا نکته اینه، اینا وقتی میچسبن به اسم بعد خودشون میشن صفت، و صفت جمع بسته نمیشه. یعنی چی؟ یعنی تو نمیتونی مثلا اگه این باشه دالرز یا باشه پیپل، هر چی، هر اسم جمعی که شما دوست دارید، شما نمیتونید بگید میلیونز دالرز یا هندردز دالرز یا نمیدونم تاوزندز دالرز یا بیلیونز پیپل. وقتی اینا میچسبن، بچه این خیلی مهمه، اینا میچسبن به اسم بعد خودشون جمع بسته نمیشن. دقت. اما اگر اینا بیان با یه آف، مثلا اینجا باشه دالرز، به قول ادبیاتی ها میشه مضاف و مضافانه لای، نگاه کن معنیش اینجوری میشه میلیون ها دلار، چون این جمعه، اینم از اون تبعیت میکنه میشه میلیونز آف دالرز، معنیش چی میشه؟ کلی میشه بچه، میلیون ها دلار، اون میشه مثلا 1 میلیون دلار، 1 میلیون دلار، این میشه میلیون ها دلار. پس وقتی اینجا آوه، این که جمعه، اینم جمع میشه و این یه دونه. حالا اگر قبل از اینا یه عدد بیاد مثل 5 مثلا، مثل 8 مثلا عدد بیاد، خب بچه ها اگر 5 عدده، 5 میلیون عدد نیست؟ نمیدونم 800 عدد نیست؟ خب وقتی اینجا یه عدد قبل اینا میاد، کل این پک میشه عدد. عدد چه ویژگی داره؟ عدد صفته، نه اسم میگیره نه آف میگیره، چون این صفته. ببین اینجا که باید جمع بیاد، پس اینجا میشه دالرز، ولی وقتی اینجا بهت میگه 8، حواست باشه تو دیگه نمیتونی بگی 800 دلار. یه بار دیگه، همیشه بعد از این کلمات اسم جمع میاد، نگاه کن، پس جمع بودن که یادت باشه. حالا اگر اینا بچسبن به اسم بعد خودشون میشن صفت و جمع بسته نمیشن. اگر با آف بیان مفهومهای کلی رو نشون میدن، صدها دانش آموز، هزاران نمیدونم نفر، میلیونها دلار. ولی اگر قبلشون یه عدد بیاد، کل این میشه عدد، دیگه نه اسم میگیره نه آف میگیره، نه اسم میگیره نه آف میگیره. این تخته رو نگاه کن. حالا میخوایم بریم دو تا تست بزنیم که بچه‌هایی که جا نیفتاده براشون جا بیفته. بچه‌ها تست 11 رو با هم می‌زنیم، 12 رو وقت میدم شما بزنیم. می‌خوایم 11 و 12 رو بزنیم. هر دوتا هم تستای کنکوره. این هم پایان ترم، هم سال سوال داره هم کنکور. نگاه کن.
The money they ask for in return for the... میگه پولی که در ازای این ریترن یعنی در ازای خدمات میخواست was 8 blank space dollars. بچه ها اینجا رو نگاه کنی چی اومده؟ 8 این چیه؟ عدده. کل ترکیب 8 میلیون چی میشه؟ میشه عدد. اعدادم چی بودن؟ صفت. صفتم چه ویژگی داره؟ اس نمیگیره، آوم نمیگیره. کدوم گزینه جوابه؟ این میره کنار، این میره کنار، این میره کنار، جواب میشه یک. اوکی؟ برو بر دوستا تعریف کن. حالا 12 رو شما بزنید بچه، 12 رو شما بزن. یه ذره دقت کنی تموم سوالا. Nearly 100. خب باز گزینه رو نیا کن. میلیون و میلیون و میلیونز و میلیونز. اولا اینجا چی اومده؟ دوباره یه عدد اومده. 100 میلیون کلش میشه عدد. پس این نمیتونه الان اینجا، چون اینجا یه عدد اومده و این کل دوباره میشه عدد، نمیتونه اس بگیره، نمیتونه آوم بگیره. گزینه 3 و 4 که سرکاریه. از طرفی گفتیم بعد از میلیون و اینا همیشه اسمی که میاد باید چی باشه؟ جمع باشه. میشه 100 میلیون تونز آف. به این دقت کن نه دیگه، همیشه بعد از اینا، نه همیشه بعد از اینا بچه ها اسم جمعه، یعنی اسم بعدش که باید جمع باشه. پس اونی که نوشته 100 میلیون تان و یه گزینه نوشته 100 میلیون تانز، اونی رو میزنی که تانز. اینم نکته میلیون و 100 که به نظرم به درد بخوره بلد باشید. یه سوال میپرسم برای هفته بعد، اینو یادم بندازید که جواب بدم، شما هم روش فکر کنید. این ترکیب رو سعی کنید برای هفته بعد بسازید. صدها، هزار، چی بگیم مثلا دانش آموز، اینو یادم بندازید بچه ها. بگید آقا این ترکیب رو میخواستی بگی، اینو روش فکر کنید. اوکی ردیفید. اون تخته قبلی رو هم باز ببینید، جلسه بعدم اگه نیاز باشه راجبش صحبت میکنه. این از بحث گرامر. قضیه آف قضیه همون چیزه، همون به قول معروف مضاف و مضاف الیه یا ترکیبای کلی هن. اتفاقا تو این مثالی هم که گفتم باید استفاده کن. خب این از این. من یه حدود 10 دقیقه یه ربعی وقت دارم، میخوام یه صحبتی راجب لغت بکنم با اتون بچه ها، که بدونید ما حالا گرامر رو که درس به درس درس میدیم و میریم جلو و کار میکنیم و تمرین حل میکنیم و تست میزنیم و تشریح کار میکنیم، اما واژگان چی؟ ما حسن آقا لغت ها رو باید چجوری بخونیم؟ لغت چجوری حفظ کنیم؟ نمیدونم، من یادم میره، من یه دقیقه پیشم بخونم نمیتونم، من ترجمم ضعیف. بچه ها اگر میخواید زبانتون تغییر بکنه، هر سطحی هستید بیایید بالا. اگه متوسطی بری جز خوبا، اگه خوبی بری خوبتر، اگه خوبتری بری عالی، و اگه نه به قول خودتون صفر و زیر صفرید، بیایید کم کم بالا و بالا و به متوسط و قوی نزدیک بشید. سوال لغت رو با این 3 مرحله‌ای که میگم حل کنید. من یه برگه ای رو براتون تو پنل گذاشتم بچه ها، 40 تا تست لغته که صفحه اولش تستای 10، صفحه دوم 11. مخصوصا بچه‌ای که الان 11، مثلا 10 رو خب پارسال هم داشتن دیگه، ولی من بهانه‌ام مثلا اینه که شما با اینا تست لغت یاد بگیرید. پاسخ تمام این سوال ها هم به صورت تصویری تو کانال تلگرام هست بچه‌ها، یعنی تستایی که الان 2 تا 3 تا 4 تاشو با هم میزنیم پاسخش رو کامل میتونید تو کانال بردارید. آفرین پسر امیر مهدی، جوابت به اون سوال من درسته، ولی جلسه بعدم یادم بنداز. و همینطور دیانا، ببخشید من بعضی زدن اصلا ندیدم، چتت سری رفت ندیدم. چرا دیگه کتاب 11 هم کار میکنیم، گفتم دیگه حتی نکات مهم کتاب 10 هم میگم. خب بچه دقت کنید،
میخوایم یه تست لغت بزنیم، هم تکلیفامون ببینیم چه جوریه، همین که ترجمه‌مون و لغتمون قوی بشه. تست رو سه مرحله انجام بدید. یک، اول به گزینه‌هاش، آزمون رو نمیگم، دارم به عنوان تمرین و تکلیف میگم. اول به گزینه‌هاش نگاه کنید. گزینه‌ها رو برای خودمون معنی کنیم. مثلا گزینه یک نوشته average، میگم آقا من average بلدم، معدل، میانگین، متوسط. اگر کلمه رو بلدید نمیخواد چیزی کنارش بنویسید، یه بار دو بار فقط تکرار کن که تثبیت بشه بیشتر. میرم گزینه دو، آقا من اصلا همچین لغتی تالا تو عمرم ندیدم، اصلا نمیتونم روی این بخونم، چیه irregular؟ خب چی هست حالا؟ اگر گزینه ای رو بلد نیستید یا نه خوندید ولی یادتون رفته، میرید چیکار میکنید؟ میرید حالا اگه تو خونه اید با گوشیتون، نمیدونم با واژه‌نامه‌تون فلان، معنیشو کنارش مینویسید. irregular میشه بی‌نظم، بی‌قاعده. دوبارم همین که داری مینویسی گوش کن، دوبارم تکرار میکنی. میرم گزینه سه، voluntary یعنی داوطلب. حالا یا بلدم، البته داوطلب که میگم منظور داوطلبانه است، حالا اینجوری بگیم بهتر. باز اگه بلد نبودم مینویسم، اگه بلدم که هیچی. endangered میشه در معرض خطر. این میشه تکلیف گزینه ها رو روشن کردن. چه فایده ای داره بچه؟ فایدهش اینه، میخوایم یه قراری با هم بذاریم، گفتیم میخوایم زبانمون هم تقویت کنیم. بچه ها اگه روزانه، حالا از هر کتابی که خودتون میدونید و دوست دارید و هم جزوه من تست داره، همین کتابا پر تسته، اگه روزانه 10 تا تست لغت بزنید، دوستی که زبانت ضعیفه، اینو تو فرست کلاس کلاس جامعه گفتم بچه ها، حالا خیلیاتون شاید تو اون فرست کلاس بودید، حالا من برای زبان پایه‌ام دوباره میگم، روزی 10 تا تست بزنیم یعنی داریم روزی 40 لغت رو میبینیم دیگه. هان هر سوال 4 گزینه داره بچه، دیگه لغت یادتون نمیره. فقط تو 2 ماه، تازه اگه هر روزم نزنی نزدیک 400-500 تا تست میشه، 2 ماه بعد میشه اوایل مهر ماه. تازه شما اگه از امروز مردونه با من شروع کنید لغت کار کنید، تست و لغت بزنید، روزی 10 تا دونه تست بزنی که تازه اگه ضعیفی 2 تا 5 تا بزن، 5 تا صبح 5 تا شب، یعنی روزی 30-40 تا لغت داری میبینی، دیگه لغت یادت نمیره. این مرحله اول. مرحله دوم، چون وقت کمه سریع‌تر بگم، سوالو شروع کنید به خوندن ولی نه لغت به لغت. بچه‌ها پارت پارت بخونید. The hospital has asked. اینجا وایسا، هر چی فهمیدی، خیلی هم سخت نیست، بگی بیمارستان خواسته، بیمارستان پرسیده، بیمارستان درخواست کرد، تیکه ای که اوکی، حالا اون چیزی که میفهمی رو میگی. میرم تیکه بعدی، various blank space organizations. آقا من لغتی بلد نیستم اصلا. دوست عزیز من، مخصوصا بچه‌ای که تو ترجمه ضعیف دارید، به هیچ عنوان تو صورت سوال کلمه‌ای بلد نبودید نرید تو پاسخنامه، هی نزنید تو گوشیتون، هی دستتون لاپاسختامه نباشه سری جوابو ببینید، پیشرفت نمی کنی. سعی کن دست و پا شکسته هم شده سوالو ببری جلو. آقا various نمیدونم، اب نداره، بیمارستان درخواست کرده از یه جاهایی، یه سازمانهایی، مثلا organization میدونم سازمان، که چیکار کنه؟ to help raise money، که کمک کنه برای پول. حالا raise هم دقیقا نمیدونیم raise money یعنی پول جمع کرده، ولی کمک کنه برای پول. ببین دارم تلاشم رو میکنم، دارم زورم رو میزنم. For the new operating room، برای اینم نمیدونم، ولی میگم برای یه جایی، برای یه اتاقی. بچه بدتر از این میشد اصلا ترجمه کرد، دست و پا شکسته تر از این میشه، بیمارستان خواسته از یه سازمانهایی که یه پولی جمع کنم برای یه جایی، ولی کم نیاوردم، ولی نگفتم چون operating نمیدونم، various نمیدونم، نمیدونم raise money نمیدونم، برم سوال بعد. تلاشمو میکنم، حالا با همین تلاشی که کردم، با این تلاشی که میکنم، گزینه هامو جایگذاری میکنم. شما نظرتونو بگید بچه، به نظرتون کدوم گزینه میشه؟ بیمارستان از چه سازمانهایی خواسته که کمکش کنن پول جمع کنن؟ میگی آقا به نظر من جواب سه، سازمانهای دافت. گزینه ای که مد نظرتونه رو کنارش می نویسید، یا چقدر یکی از بچه ها قشنگ زده میگه حالا نظری ندارم، من یه چیزایی فهمیدم ولی نظری ندارم، اب نداره، همون چیزی که حدستونه، حتی یه خط تیره.
حالا بچه ها این میشه گام دوم، گام سوم. قبل از اینکه گام سوم بگم یه پرانتز بگم، شما یازدهمید، شما دهمید، من اینا رو به بچه های کنکوری من میگم، ولی شما اگه امسال این کار رو بکنید سال بعد دیگه دغدغه لغت ندارید. بچه ها من روز اول تو فرست کلاس اون کلاس گفتم کارم با زبانه، نمیگم چیزی عالیمه، ادعایی اصلا ندارم، ولی واقعا با این درس بزرگ شدم. 33 سالمه، 27 سال هر روز با زبان درگیرم، هر روز، از کانون زبان بگیر، از معلم خصوصی بگیر، از کارشناسی ارشدم بگیر، از دکتریم آموزش زبانه. بچه من با این درس درگیرم، حداقل میدونم کارم چیه. اینی که دارم بهت میگم و گوش کن، دهمی یازدهمی اگه اینو انجام بدی اصلا دیگه میشه خدای واژگان. پس گام دوم چی شد؟ تلاش کنم جوابمو در بیارم، حالا شد شد، نشد نشد. گام سوم، جلسات بعد خیلی بیشتر با هم تست میزنیم. گام سوم، اگه خیلی تو زبان ضعیفم، اصلا یه چیز افتضاح، یه دونه یه دونه، اگه متوسطم یا تستاش به نظرم اوکی، سوسوه، ستا ستا، اگه نه من اصلا بچه قوی هم، زبانم خوبه، این تستا برام راحته، 5 تا 5 تا، بیشتر نه. یه دفعه 20 تا تست با هم نزنید، تست که زدید برید تو پاسخنامه. یا مثلا این فایل رو میخوای حل کنی، پلی کن سوال 1 رو. حالا چی کار کن؟ اول که جوابامونو چک میکنیم، مثلا چک میکنم اینا بله آقا سازمانهای داوطلب گوناگون، یا نه غلط زدم، یا نه به قول رفیقمون نظری ندارم. مهم نیست، ترجمه سوال رو با ترجمه خودت چک کن. من چی معنی کردم؟ سوال چی معنی کرد؟ بیمارستان درخواست کرده، ای من اسکو فقط فکر میکردم پرسیدنه، پس بنویسم درخواست کرده. از کجا؟ از سازمانهای داوطلب گوناگون. ای کلمه various میشه گوناگون، بله variety دارید، دهم هم دارید، یازدهم هم دارید، که چیکار کنن؟ که کمکش کنن پول جمع کنن. آقا معنیش اوکی بود، ولی تا حالا ریزمانی رو کنار هم ندیدم، اینم هایلایت کنم. ببین یعنی شروع میکنم از دل جمله، سعی میکنم لغتها و اصطلاحات و ترکیباشو میکشم بیرون که چی بشه؟ برای نیو آپریدینگ روم. آپریدینگ روم یعنی چی؟ یعنی اتاق عمل، برای اتاق عمل جدید. ای آپریدینگ روم معنی اتاق عمل میده. به این گام سوم میگن تلاش به حل، یعنی من زود جا نمیزنم، زود بیخیال نمیشم. حالا 2 ماه این کار رو بکنیم. ولی برای بچه های ضعیف خب اوائلش خیلی وقت گیره، برای بچه های قوی تر یه ذره حوصله سربره، ولی تحمل کنید، تحمل کنید، قشنگ را میفتید. یه تست دیگه با هم بریم جلو، یه ذره دستمون گرم شه. کلمه کمپر، بچه هایی که دهم هم هستید خوبه دیگه، دارید لغت های کتاب رو از الان میبینید. کمپر بچه ها یعنی مقایسه کرده. برای خودتون اینا رو همه رو تو جزوه، بچه من تک تک لغت ها رو تو جزوه براتون میخونم، همه این نکات رو دوباره میگم بهتون. کامپر میشه مقایسه کردن. بچه 2 تا حرف اضافه داره، یه کامپر تو، یه کامپر ویث. آقا معنیش با هم فرق داره؟ نه، هر دوتا یه معنی. اسمش چیه؟ اسمش کلمه کامپریسن. بچه کامپریسن هم همین دوتا حرف اضافه رو داره، جالبه، همیشه تو انگلیسی اینجوری نیستا، ولی راجع به کامپریسن و کامپر اینجوری. یه ترکیب خوشگل هم اگه دوست دارید بنویسید، در مقایسه با. سوال کنکور تجربی 96 این کامپریسن تو، در مقایسه با. خب این از این، این گزینه 1 کامپر. برم سراغ گزینه 2. بچه ها گزینه 2 چی نوشته؟ کجا رفتیم؟ گزینه 2 نوشته اوربیت. میشه تو چت به من بگید اوربیت چه معنی داره؟ بیا میخوایم اینجا بنویسیم. من این نکته یادتون بدم، اوربیت چه معنی داره؟ بلدین؟ آفرین. میگید مدار، اون وسط داره چرخیدنم میگید، درسته؟ چون اوربیت میتونه اسم باشه، میتونه فعل باشه. گوش کنید نکته بچه، گوش کنید نکته. وقتی دارید تست میزنید،
قرار نیست یک کلمه اگر اسم فعل فلان همه معنیاشو اونجا بده. اتفاقا وقتی همه معنیاشو بگی یعنی قواعد تست زدن بلد نیستی. چی میخوام بگم گوش کن. ما در سوالات تستی مقوله‌ای داریم به اسم نقشه دستوری کلمات، بهش تو زبان انگلیسی میگن part of speech. این تو کتاب 12 هست بچه. part of speech. part of speech یعنی چی؟ یعنی آیا اون کلمه نونه؟ اسمه؟ آیا اون کلمه وربه؟ یعنی فعله؟ آیا اون کلمه adjective؟ یعنی صفته؟ نمیدونم adverbه؟ یعنی قیده و الاخر. به این میگیم نقش دستوری. عزیزای دل من، نقش دستوری چهار گزینه با هم تو سوال تستی برابره. یعنی اگر این اسم، ستای دیگه هم اسمن. اگر این فعله، یعنی ستای دیگه هم قاعدتاً فعلن. چی میخوام بگم؟ گزینه دو سوال شما برای شما نوشته اوربیت. حالا کاری با ایدیش ندارم که تابلو کرده. تو الان اوربیتو میتونی مدار بگی، میتونی چرخیدن، ولی گزینه یک تو مقایسه کردنه. حالا که این فعله، اینم میشه فعل، پس این دیگه نمیشه مدار، میشه چرخیدن. گرفتی چی شد بچه ها؟ ردیفی؟ پس اگه یک کلمه میتونه اسم باشه، فعل باشه، فلان باشه، شما به گزینه های دیگه تو تست نگاه کن. اگر گزینه های دیگه نقششون رو بفهمی دیگه اونم معلوم میشه. که حالا آره، تو سوال چهار گزینه ای تقریبا همیشه اینجوریه. میگم خیلی با هم تست لغت میزنیم بچه ها، خیلی، چون پایه هم هستید. تو زبان پایه واقعا تست لغت جواب میده. کری حمل کردن بلدید دیگه، نمیخواد بنویسید، اینم لغت خوبیه. بچه ها یادتون نرا، من نگفتم همه گزینه ها رو بنویسید، گفتم گزینه هایی که نمیدونید یا بلد نیستید. آیدنتیفای یعنی چی؟ از این آیدی اولش بچه ها، لغت خوبیه. حالا توی جزوه هم بیشتر صحبت کنیم. شناسایی کردن، آیدنتیفای، شناسایی کردن. یه 20-30 ثانیه سکوت میکنم، تست دو رو بزنید بچه ها. تست دو رو بریم. صدا هست، صدا من وصله. خب بریم ببینیم چی شد. نیازی نیست هر لغت رو 10-20 بار بنویسی. گفتیم اگه هر شب تست بزنی یه لغتی رو که بلد نیستی یکی دو بارم بنویسی یاد میگیری. میگه they said that، آنها گفتن که the price range for small cars، رنج قیمت، پرایس میشه قیمت، رنج قیمت ماشین ها is high، بالاه. blank space to other cars of the same group، جواب، رنج قیمت ماشین ها بالاست، جای خالی با ماشین های مشابه. چی با ماشین های مشابه؟ آقا قیمت اینا در مقایسه با ماشین های دیگه بالاست. جواب میشه compared to other cars of the same group. گزینه یک. حالا تستو زدم، بعد میرم ترجمه هم چک میکنم. فقط یه چیزی تقریبا حرفای آخرم جلسه، بعد تستای لغت رو ادامه میدیم. آقا میتونستیم بگیم که کامپر، تو گفتی کامپر با تو میاد دیگه، چون اینجا تو داره جوابو بزنیم کامپر. نه بچه ها، درسته این توه به ما کمک میکنه، ولی این به این معنی نیستش که مثلا اگه من میدونم فلان کلمه با تو میاد هر جایی تو دیدم اونو بزنم. معنی کردم، دیدم معنی میده و زدم. رنج قیمت ماشین ها بالاست در مقایسه با ماشین های دیگه. پس یه جنبندی بکنیم. اول گزینه ها رو تکلیفش روشن کنیم. سوال رو هر چقدر دست و پا شکسته تلاشمون رو بکنیم. حتی اگه دو گزینه حذف بشه. آقا من با ترجمه ناقصم فهمیدم 1 و 4 نیست ولی 2 و 3 رو نمیدونم. کنار سوال میسم 2 یا 3. یا سوال به سوال، یا 3 تا 3 تا، یا 5 تا 5 تا برم تو پاسخ. و ترجمه پاسخنامه رو با ترجمه خودم چک کنم، یا اگه من برات فایل تصویری ضبط کردم تو کانال گذاشتم، ترجمه ای که من میگم با ترجمه خود، عبارت هایی که جدیدن، ترکیب هایی که جدیدن، حرف اضافه هایی که نمیدونستی رو بنویسیم، هایلایت بکنیم تو همون مثلا کتاب تسته، نمیخواد حتما هم دفتر بگید.
فعلا حالا برای جلسه بعد اینا رو حل کنیم. این باعث میشه چی؟ این باعث میشه پایه ترجمتون قوی بشه برای جلسه بعد بچه‌ها، که ما انشالله مبحثمون رو دیگه وسیع‌تر شروع میکنیم و میبریم جلو. گفتم من البته پلنم اینه تابستون بیشتر دهمو بگم، هم هنوز کتاب درسی رو نگرفتید، هم میخوام اساس دهمه چیده بشه بعد وارد یازدهم بشیم. ولی امروز حالا خواستم یه بخشی از درس یک یازدهم رو هم ببینید که اینو احتمالاً بعداً هم دوباره تکرار میکنیم. بچه ها تست های گرامر کامل شود در جزوه، همون چند تایی که زدیم بقیهش رو کامل بکنی، یه مروری هم به غیر قابل شمارش ها بکنید. تست های لغت همین برگه داخل پنل رو هم بزنید. حالا میگم من جلسات بعدی عمل میکنم، ولی پاسخ ها به صورت پاسخ تصویری در کانال تلگرام من که گفتم اول کلاس رو جلد جزوه‌ام هست وجود داره. خیلی 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 کار داریم. این تازه گرامر و واژگان بود. ما رایتینگ داریم، لیسنینگ داریم، تشریحی داریم، تست داریم، ریدینگ داریم و کلی کار داریم بچه، که انشالله امیدوارم بهترین اتفاقا بیفته. بازم حرفی رو که همیشه زدم میزنم، من زبان پایه خیلی کم تا حالا جایی گفتم و بکنم نگفتم، با کلی انگیزه کلاس امسال شروع کردم، مخصوصا با این تلاطمایی که ایجاد شده. دوست دارم خیالتون رو تا حدی در حد سواد خودم تو زبان راحت بکنم. حتما حتما انشالله با هم بیریم جلو پیشرفت میکنیم. تکلیف ها رو داخل پنل تکالیف کلاسینو بارگذاری کنید. حالا جلسات شروع بشه میگم، من امروز چون جلسه اول رایگان بود خیلی رو نگفتم. و گزارش تکلیف داریم، میگم کیا تکلیف زدن براتون میفرستیم. حالا انشالله آزمونم داریم. بازم میگم کانال تلگرام روی جلد جزوه لینکش هست بچه‌ها، اینو ببینید. دوستتون دارم و براتون آرزو موفقیت میکنم. انشالله شنبه ها 5:30 تا 7 میریم برای ترکوندن زبان پایه. یا علی مدد، خسته نباشید و خدا نگهدار.